بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما بخیر. الحمدلله رب العالمین. امروز پنجشنبه هم تونستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس کربلا، مقر حوزه سید الشهدا، خیابان قبله امام حسین علیه السلام، آمدیم منازل شما و شما را دعوت کنیم به زیارت آقا امام حسین علیه السلام. با من همراه باشید انشاءالله خدمت ارباب سلامی بدیم و دعای سلامتی آقای امام زمان رو زمزمه بکنیم و انشاءالله بتونیم پذیرش بکنیم ارتباط شما رو و دلهای شما رو به حرم آقای امام حسین علیه السلام برسونیم. آماده اید؟ هر که دارد هوس کربلا، بسم الله. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک یا مولای یا ابن رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا مولاي يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أخيك أبا الفضل العباس، السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب، السلام عليك وعلى عزيزتك رقية، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. زیارتتون قبول باشه عزیزان. امیدوارم هر چه زودتر مشرف بشید کربلا. الان از طریق این قاب شیشه‌ای منازلتون خدمت آقا سید الشهدا سلام دادید، خودتون با پای خودتون وارد حرم بشید. سلام علیکم، به کربلا خوش اومدید. خواهرم لطف کنید صدای تلویزیونتون رو تا آخر ببندید، از طریق تلفن با من صحبت کنید. سلام علیکم، خدمت آقا سید الشهدا سلام بدید. متاسفانه این خواهرمون صدای تلویزیونشون بالا بود، صدای بنده رو میخواستن از طریق تلویزیون بگیرن که متاسفانه موفق نشدن سلام بدن. عزیزان خواهش میکنم با کربلا تماس میگیرید حتما صدای گیرندتون رو تا آخر ببندید، فقط از طریق تلفنی که با اون تماس میگیرید با ما در ارتباط باشید که فاصله رفت و برگشت صوت رو انشاءالله کم بکنید. الحمدلله رب العالمین، شهر مقدس کربلا، زائرین دارن وارد میشن. سلام علیکم، به کربلا خوش اومدید. متاسفانه این عزیز تماس گیرنده هم تلفنشون قطع شد. بله، ما حق میدیم به خاطر اینکه الحمدلله کشور عراق خاصه شهر مقدس کربلا الان ترافیک خیلی داره از نظر خطی، چون زائرین و محبین آقا سید الشهدا از اقصا نقاط این کره خاکی وارد کشور عراق شدن، وارد شهر مقدس کربلا شدن برای زیارت آقا امام حسین علیه السلام. شما چه کار کردید؟ سلام علیکم. الو سلام علیکم. تماس گیرنده محترم صدای تلویزیونتون رو کم بکنید، از طریق تلفن با من در ارتباط باشید. الو سلام علیکم.
تا این تماس ها وصل بشه. سلام علیکم. بله، تا این تماس ها بیاد وصل بشه من خدمت شما گزارشی بدم از شهر مقدس کربلا و از راه های منتهی به شهر کربلا. جمعیت الحمدلله رب العالمین دارن فوج فوج وارد کربلای معلا میشن از راه های مختلف. 4 ورودی داره الان کربلای معلا. راه بهشت که ما بین نجف تا کربلا هست، راه حسینی که ما بین حله تا کربلا هست، راه کاظمی ما بین کاظمین و بغداد تا کربلا هست، و راه حری که باز ما بین مرقد جناب حر ابن یزید ریاحی تا کربلا هست. از این راه ها تماماً عزیزان ظاهر آقا سید و شهدا دارن وارد کربلا میشن. سلام علیکم، به کربلا خوش اومدید. الو، صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم، خدمت آقا سید و شهدا سلام بدید. سلام، خسته نباشید. متشکرم. از نزدیک التماس دعا داریم. حتما دعا گوتون هستیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا امام حسین، یا حسین، الحمدلله رب العالمین. این خواهر اون بعد از چندین تماس تونستن سلام خدمت آقا سید و شهدا فرزندانشون و اصحابشون بدن. میخواستن درد دل بکنن که متاسفانه تماسشون قطع شد. عزیزان توی تماس هاتون دقت بکنید، صدای گیرندتون رو تا آخر ببندید. توی درخواست هاتون از آقای خوبی ها، از مالک دنیا، از آقا سید و شهدا حتما سلامتی و فرج مولا حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف رو بخواهید. همینطوری که برای گرفتاری ها و بیماری ها و بیپولی های خودتون دعا میکنید، برای دیگران هم دعا بکنید. وقتی دعا میکنید مطمئن باشید ان شاء الله به هدف اجابت برسه. چرا؟ چون که همیشه عرض کردم از ما دعا خواستن. سلام علیکم، به کربلا خوش اومدید. آقا سلام علیکم. آقا سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علا اجداد الحسین و علا دوستدار عزادار زائر الحسین. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا الله. زیارتتون قبول باشه انشاءالله. خب متاسفانه این تماس هم قطع شد، ولی ما خوشحالیم حداقل همون سلامه رو میتونید بدید. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. از ما خواسته شده دعا بکنیم به زبانی که گناه نکرده باشه. همیشه عرض کردم زبانهای ما در حق همدیگه گناه نکرده. بیایید با اون زبانها برای همدیگه دعا بکنیم و ببینیم که حتما اجابت میشه. یه کسی از دورترین نقطه دنیا برای یه کس دیگه که در جهت مخالف اون هست وقتی دعا میکنه، چه بسا در این وسط هر دو نفر حاجت روا میشن. سلام علیکم، به کربلا خوش اومدید. صدای گیرندتون رو تا آخر ببندید، از طریق تلفن با من صحبت کنید. یا الله، یا حسین، یا حسین. عزیزان بنده از این تماس گیرنده محترم صدایی ندارم. عرض می کردم در حق همدیگه دعا بکنید. هر اون چه که خیر برای خودتون می خواهید برای بقیه هم بخواهید.
علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا الله الهی آمین الهی آمین یا الله یا الله یا حسین الهی آمین یا الله یا الله الهی آمین الهی آمین قبول باشه انشاءالله. امیدوارم این حال خوشی رو که این تماس گیرنده محترم داشتن تو خود حرم مولا بیان اینجا عرض و ادب داشته باشن، عرض احترام داشته باشن. سلام علیکم. سلام علیکم، به کربلا خوش اومدید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت آقا سید و شهدا سلام بدید. سلام يا ابا عبد الله الحسين، سلام عليكم يا ابو بكر، سلام عليكم يا شاي كربلاء. اهلا شوف على عمر جلال كربلاء يا بابا ابا طويل هنا جلال كربلاء يا الله يا امام حسين يا امام حسين يا حسين. قبول باشه ان شاء الله زيارتتون. این برادرمون هم الحمدلله تونستن سلام بدن، اون هم با لهجه شیرین آذری. عزیزان، شبکه جهانی از زهرا با فرکانس 11797 آماده خدمتگزاری هست به صورت 24 ساعته. دلهای شما رو میاره برای کربلای معلا. از برنامه‌هاش استفاده بکنید، حتماً با برنامه‌هاش تماس بگیرید، ان شاء الله این عزیزان بتونن بهتر خدمتگزاری بکنن. دعا کردن، نذر کردن خدمت شما عارضم، تمسک پیدا کردن به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، راه‌های تقرب به خداست. سلام علیکم. سلام علیکم خدمت آقای میرخلا. خواهش میکنم خدمت آقا سید و شهدا سلام بدید. خواهر من ممنونم، لطف میکنین. خواستم اول ازتون تشکر کرده باشم از شما و برنامه خوبتون. خواهش میکنم، شما بزرگوارید. اگر اجازه بدین، چون من دیروز پشت خط بودم خیلی زیاد، میخواستم خدمت ارباب از این تشکر داشته باشم برای شهادت برادرشون. خواهش میکنم بفرمایید. این نمای گنبد و بارگاه آقا سید و شهدا روی تصویر هست، در خدمت شما هستیم. ممنونم. اگر 70 تیر کین بر روی تنم آید، خدا داند که با آن زخم میخه در برابر نیست. 40 سال از این پرسی که در کوچه چه ها دیدم، اگر پاره دگر گشتم به جز از داغ مادر نیست. از این تصویر خدمت اربابم آقا ابو عبدالله حسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خیلی تشکر میکنم از برنامه خودتون. خواهش میکنم خواهرم، خیلی ممنونم. با یک بیت شعر واقعا دل همه ما رو، فکر میکنم خاصه بینندگان رو، مدینه‌ای کردید انشاءالله. خدا قسمت کنه زیارت قبر آقا امام حسن مجتبی رو برای همه. انشاءالله که نگاه حضرت مهدی و لبخند حضرت زهرا مثل همیشه تا ابد بدرقه راهتون باشه. خدا خیرتون بده. یا علی مدد. ممنون یا علی مدد. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. الحمدلله رب العالمین. خواهر بزرگوارمون همینطور که خودشون گفتن دیروز پشت خط بودن، ولی
باز دست بر نداشتن، میخواستن حتما خدمت ارباب این تسلیت شهادت برادر بزرگوارشون رو بدن. و خدا رو شاکریم از طریق مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام شیعیان هر منظوری دارن، هر درد و دلی دارن، خدمت آقا میتونن صحبت کنن. سلام علیکم، به کربلا خوش اومدید. وقتتون بخیر. وقتی نباشید ممنونم. خدمت آقا سید شهدا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى أختك المسبية زينب. قبول باشه إن شاء الله زيارتتون خواهرم. ممنونم مرسي. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم احفظ زوار الحسين. يا الله. احفظ رضيعة الحسين رقية. يا الله. اللهم اجعلنا من زوارك في هذه الدنيا. اللهم اشفع لنا بحق الحسين بحق أبي الفضل العباس. الهی آمین، الهی آمین. خواهش میکنم خواهرم، انشالله هر چه زودتر زهر آقا سید و شهدا باشید. الهی آمین، الهی آمین. خوشا به سعادتتون. راگوتون هستیم. یا علی مدد. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. الحمدلله رب العالمین. واقعا من به نوبه خودم که هیچ کاری نمیکنم، فقط یک ارتباطی که یه سلامی خدمت عزیزی میکنم، ازش خواهش میکنم خدمت آقا سید و شهدا سلام بده، برای خودم احساس غرور میکنم. شما که در راه آقا سید و شهدا از مالت میگذری، از وقتت میگذری، از همه چیزت میگذری، شما چه احساسی داری؟ شمایی که دست ظاهر آقا سید و شهدا رو میگیری میفرستی برای کربلا، شمایی که کار ظاهر آقا سید و شهدا رو تسهیل میکنی، شمایی که با یک امضا میتونی کل موانع رو برداری، در چه فکری هستید؟ سلام علیکم، به کربلا خوش اومدید. سلام علیکم و سلام و رحمت الله. خدمت آقا سید و شهدا سلام بدید. السلام علیکم یا رسول الله و علا علی ابن الحسین و علا اصحاب الحسین و علا اولاد الحسین. سلام یا حسین. یا الله. یا حسین. یا حسین. خواهش هست صدای تلویزیونتون رو تا آخر ببندید. سلام بده. سلام. سلام از بشه. یا الله. الحمدلله رب العالمین، به همین مقدار این خواهرمون تونستن با آقا سید و شهدا صحبت بکنن. این رو عرض میکردم، با یه ارتباط دل میلیون ها نفر، صدها میلیون نفر خوش میشه، تصویر حرم آقا سید و شهدا رو میبینن، درد و دل میکنن. شمایی که میتونید مواظب باشید، کوتاهی نکنید. شمایی که میتونید با زبانتون، با قلمتون، با مالتون، با وجودتون خادم آقا سید و شهدا باشید، مواظب باشید حسرت نخورید. سلام علیکم، به کربلا خوش اومدید. سلام علیکم. علیکم السلام، خدمت آقا سید و شهدا سلام بدید. السلام علیکم داد الحسن و علا اصحاب الحسن نواب و زیاره حاج آقا از طرف همه خانواده. یا الله حتما خواهش میکنم خواهرم. اعتماد دو. حتما انشالله هرچه زودتر مشرف بشید حرم سرای آقا سید و شهدا سلام الله علیه. دست شما درد نکنه. خدا حافظ شما. خدا نگهدار شما. یا علی مدد. عزیزان روز حسرت مشخص نیست که، خدا رحمت کنه همه خدمتگزاران آقا سید و شهدا رو. سال گذشته مرحوم محسن جباری بین ماها بود، به مردم میگفت بیایید کربلا، بیایید زیر چتر حمایت آقا سید و شهدا. الان کو میدونه ریاض میرخلف زاده از این صندلی میتونه پایین و برسه به حرم؟
شما میدونی تا فردا هستی؟ خواهرم، برادرم، در هر منصب و مقام و هر اون چه که هستی مواظب باش، حسرت نخوری. هر کاری در ارتباط با آقا سید و شهدا، در ارتباط با اهل بیت میتونی انجام بدی، انجام بده. سلام علیکم، به کربلا خوش اومدید. سلام علیکم. علیکم السلام، خوبتون؟ خواهش میکنم خدمت آقا سید و شهدا سلام بدید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا سيدتي ومولاتي يا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا سيدتي ومولاتي يا رقية بنت الحسين الشهيد. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. يا الله ممنونم از برنامه خوبتون. خواهش میکنم خواهرم، میخوام که منو به طلب بر 40 بیام. یا الله، الهی آمین، الهی آمین، ان شاء الله. ممنونم از برنامه خوبتون، خواهش میکنم. خدا نگهدار. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. یا علی مدد. بله عزیزان، عرض می کردم کی می دونه تا کی هست؟ مواظب باشیم فرصت ها از دستمون نره. آقا امیرالمومنین رد شدن فرصت ها رو به رد شدن این ابرها مثال می زنه. ابر رو از این پایین کسی نگاه می کنه مشخص نیست سرعتش چقدره، ولی امام می فرماین الفرصو تمر رو کمر سحاب، فرصت‌های خیر با سرعت باد داره رد میشه. چه کاره ایم ما؟ مواظب باشیم. سلام علیکم، به کربلا خوش اومدید. سلام، خسته نباشید. متشکرم. خدمت آقا سید و شهدا سلام بدید. السلام علیک یا ابو عبدالله. السلام علیک یا قریب. یا قریب. السلام علیک یا ابو الفضل. آقا جان دعا کن من کارمون جور شد بیان با امید خدا. یا الله، الهی آمین، الهی آمین، انشاءالله. دست شما دارم. خواهش میکنم. دست شما دارم. خواهش میکنم. قربان شما، ممنونم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. خدایا این شیعیان آقا سید و شهدا مرتب دارن تماس میگیرن، فقط میگن التماس دعا، فقط میگن بخواهید کار ما هم جور بشه. یا رب العالمین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا الله، انشاءالله که همگی حاجت روا باشید و هرچه زودتر زائر آقا سید و شهدا. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم آج آقا. متشکرم. و علیکم السلام. خدمت آقا سید و شهدا سلام بدید. السلام علیکم یا ابو عبدالله، السلام علیکم یا ابن رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس. آج آقا سلام. علیکم السلام و رحمت الله. قبول باشه زیارتتون. مرسی. سلام ما رو به امام حسین، به ابوالفضل العباس برسونی حاج آقا. خواهش میکنم. التماس دعا داریم، التماس دعا داریم. سلام ما رو به ابوالفضل العباس، به امام حسین، به امیر المؤمنین برسونی حاج آقا. ان شاء الله خواهرم دعاگو و نائب زیارتتون هستم. برای جوونا دعا کنین، برای مستجرا، برای اولاد دعا کنین. یا الله، یا الله، سلام ما رو به امام حسین برسونی. یا حسین،
چشم حتما خدا. امیدوارم هر چه زودتر خود شما ظاهر آقا سید و شهدا باشید. الهی امی الهی امی التماس دعا هست، محتاجیم به دعای خیر شما. یا علی مدد، خیلی ممنونم. خدا حافظ. یا علی مدد، خدا نگهدار. بله عزیزان، مواظب باشیم با این وقت کمی که توی این دنیا داریم، مفت از دست ندیم، وقتمون رو به سادگی هدر ندیم، تأسف نخوریم فردای قیامت. ای کاش و ای کاش و ای کاش ها تازه بنو. یا الله یا الله، به حق آقا علی اصغر ان شاء الله. یا الله یا حسین یا حسین، یا حسین خواهرم، برای برآورده شدن حاجاتتون حتما نذر بکنید، نذر اهل بیت بکنید. یا الله حتما حتما ان شاء الله که حاجت روا باشید. خواهش میکنم، خواهش میکنم خواهرم. یا علی مدد، خدا نگهدار. یا علی مدد. عزیزان، خواهر و برادر من، در حق همدیگه دعا بکنید، مطمئن باشید دعاها اثر داره. خدای تبارک و تعالی خودش فرموده، آیه صریح قرآنه، دعا بکنید تا اجابت کنم شما رو. نترسید، نگید من خدای ناکرده گناه کردم. سلام علیکم، به کربلا خوش اومدید. السلام آقا. علیکم السلام. خدمت آقا سید و شهدا سلام بدید. السلام علیکم یا ابا عبدالله. الو صدای شما رو داریم خواهرم. من میخوام با امام حسین درد دل کنم، میتونم؟ راحت باشید، این تصویر گنبد و گل دسته ها و بارگاه آقا سید و شهدا در اختیار شماست. سلام، سلام بر امام حسین، سلام بر ابوالفضل، سلام بر خانم فاطمه زهرا. آقا من درد دل دارم با امام حسین. یا حسین، یا حسین، بزنم خدا را برای بچه هم دوست دارم با امام حسین درد دل کنم. درد دل تو بکن خواهرم، صحبتاتو بکن با آقای امام حسین. بچه هم سر زمان نگرفتن یا امام حسین، بچه هم زندگی خودم بانم، بچه هم بیگره یا امام حسین. انشاءالله دعاگو بنای با زیارتون هستیم، انشاءالله هر چه زودتر مشرف بشید کربلا. یا الله یا الله، انشاءالله هر چه زودتر مشرف میشید. یا الله یا حسین یا حسین یا حسین، از همه دارم و در از امام حسین بخواست آمد وش بخواه آل زیوه بیم کربلا. یا الله، الهی آمین، الهی آمین. خلال بزرم بزمز مهتیه یکیش میبردا. یا حسین یا حسین، خیلی آرزه برم. یا حسین خوفونی داشتم، من هر روز نگاه میکنم، خوش به ساعتاتم، خوش به ساعتات داشتم، رفتی هرم یادت نراتم. حتما حتما جمونم سالم هم مومنم. یا الله، یا باب الحوائج الالله. آجام یه دختر دارم به اسم سهر، خیلی تو خدا رفتی اونجا تاش کن. یا حسین یا حسین، الهی آمین، الهی آمین، انشالله هر چه زودتر مشرف بشید کربلا. این حال خوشی رو که الان به صورت صوت دارید خدمت آقا سید و شهدا میدید، خودتون توی حرم آقای امام حسین علیه السلام بیستید رو به زریح و بیستید رو به زریح و
مرتب زار بزنی و گریه بکنی و حاجت ها رو از آقا سید و شهدا بخواهید. انشاءالله انشاءالله مشرف میشید. خواهش میکنم، ما خدا رو شاکریم که شما هم تونستید تماس بگیرید. خواهش میکنم، خدا خواهش میکنم، حتما دعاگوتون هستیم. یا علی مدد، یا خدا نگهدارتون. همچنان تلفن بازه. اون عزیزانی که میخوان با آقا سید و شهدا صحبت کنن میتونن تماس بگیرن. اون عزیزانی هم که دلشون میخواد در راه آقا سید و شهدا کاری انجام بدن، شماره اهدای نذورات هست. سلام علیکم. مشکل عمل هر که آقا یا الله یا امام الله. زمان رو نزدیک بفرمایید آقا. یا الله یا الله. دستم به دامانتون، مریضان شفا بدین آقا. اللهم شافی و عافی کل مریض. یا الله، اللهم عجل لولیک الفرج. یا الله، انشاءالله که حاجت روا باشید خواهرم. دستتون درد نکنه، شما هم همچنین. خیلی ممنون. خواهش میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما، خدا نگهدار. شماره تماس 209647072910. این بازه و آماده است از طریق واتساپ و تلگرام و تماس تلفنی و پیامک و اسمس، آماده خدمتگزاری در راه زائرین آقای امام حسین، در راه محبین آقا سید و شهدا. خدمت آقا سید و شهدا سلام بدید. السلام علیکم یا ابو عبدالله حسین. یا ابو عبدالله حسین، یه بچه‌ای به بده یا امام حسین. امیدمون نامید نکنی یا امام حسین، تو رو به جان مادر یا امام حسین، یا ابو عبدالله یه بچه‌ای به بده. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم جل وليك الفرج يا الله. الهي امين يا الله. خدا خدا هیچ امیدواری رو ناامید نکنه. الهی امین. حتما داغو و نائب و زیارتون هست. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. بله عزیزان، این شماره تماس آماده هست. 209647072910. شمایی که میخواهید برای زائرین آقای امام حسین علیه السلام، برای عزیزانی که در مشایه هستن کاری انجام بدید. خیلی ها دارن تماس میگیرن، میگن آقا دلمون میخواد آب به زائرین توزیع بشه، آب میوه یا فلان عمل انجام بشه. ما آماده خدمتگزاری هستیم. سلام علیکم به کربلا، خوش اومدید. سلام علیکم، حسن عباشون. متشکرم. و همچنین خدمت آقا سید و شهدا سلام بدید. عرض ادب بکنم به آقا امام حسین. خواهش کنم بفرمایید. یا حسین، یا حسین. طرف من رو زیاده بشین، منم دعا کنیم. حتما حتما دعا کنیم، حضرت داریم، گرفتاریم. یا الله یا الله یا الله. من خودتون الان دارید تصاویر گنبد و بارگاه آقا سید و شهدا رو میبینید. خودتون با ارباب درد دلتون رو بکنید. یا حسین، یا حسین، یا حسین. من هیئت دارم، هیئتمون هم مخدوم از حضرت رقیه. سلام الله علی رقیه. خوشا به سعادتتون. هر از دو صفحه حضرت رقیه میزدم تو خودم رو کردم حسین. یا الله، الحمدلله رب العالمین. انشاءالله موفق باشید، مرتب و همه ساله در خدمت اهل بیت. یا الله خوشا به سعادتتون.
خب سرکار خانم من معذرت خواهم، الان فضا رو از ما میگیرن، فقط من میتونم خدمت شما خداحافظی بکنم. انشالله دعاگو و نایب و زیارتون هستیم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. عزیزان وقت برنامه تمام شد، بایستم رو به گنبد و بارگاه آقا سید و شهدا یک دعا و اون هم اللهم بحق الحسین الشهید الغریب العطشان الوحید الفرید عجل لولیک الفرج والعافیت والناصر. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه، اللهم لعن قتلة الحسين عليه السلام. إن شاء الله تا فردا ساعت 11 صبح به وقت کربلای معلا